بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از دوستانتون تقاضای منابع کرده بودن. میدونید منابع و کتابهایی که راجع به است حجت، ارواح و نافداه در بخشهای مختلفی نوشته شده خیلی زیادی. مثلا راجع به امام زمان و خانواده، امام زمان و جوانان، فلسفه غیبت، امام زمان در منابع اهل سنت، امام زمان در ادیان قبل از اسلام. یه بنیادی است در قم که اون بنیاد به اصطلاح مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، غالبا آثار درباره مهدویت رو این بنیاد با موضوعات مختلف. با موضوعات مختلف، حتی کتاب‌های پالتوی در واقع قطع جیبی. بله، قطع جیبی و در این حال مختصر. خیلی خوب. در 14 موضوع مختلف، یه 14 موضوع هست اینا چاپ کردن. من یکی از اون کتاب‌ها رو که اونها چاپ کردن خدمت بینندگان عزیز معرفی می‌کنم. این درسنامه مهدویت. تفاوت درسنامه با کتاب این هستش که درسنامه برای تدریس تدوین میشه و طبیعتاً پرسش داره، خودآزمایی داره، چکیده داره، مقدمه داره، یک سیری داره، در سیری داره و منقحه. این درسنامه مهدویت که توسط جناب آقای سلیمانیان سلیمیان نوشته شده، چند جلد داره؟ در 4 جلد هست که حالا 4 جلدش هم همراه من هست، منتها هر کدوم از این مجلدات در واقع مشتمل بر 14-15 درسه که مجموعه اینها یه چیز در حدود 50-60 درس در ارتباط با حضرت حجت ارواح و نافداه هست. یعنی این 4 جلد در واقع یک دوره کامل مهدی شناسی. بله، در سطح در واقع عموم مردم و مخاطبانی که مخاطبان ما خیلی خوبه آشنا باشن. عموم که میگیم یعنی دانش آموز، دانشجو، خیلی بله. عزیزان، بله. حالا یه وقتی یک کسی ممکنه یک پژوهش‌های ویژه‌ای بخواد راجع به مهدویت، خب اون باید منابع بیشتری بهش معرفی کرد. این کتاب رو من توصیه می‌کنم، درسنامه مهدویت رو که جناب آقای سلیمیان در واقع نوشتن. دو سه تا کتابم که الان همراه هم نیست ولی نام میبرم، کتابای خوبی است، خودم اینا رو خوندم. یکی خورشید مغرب هست، کتاب بسیار خوبی است از جناب فاضل ارجمند، جناب آقای محمد رضا حکیمی. کتاب دیگر عصر زندگی است که رویکرد قشنگی داره، اونم مال متعلق به جناب آقای محمد حکیمی است. چه خوب. یک کتاب بسیار خوبی عرض میکنم که حضرت آیت الله امینی دارن به نام دادگستر جهان، اینم عزیزان میتونن ببینن. یک کتابی حضرت آیت الله مکارم دارن به نام حکومت جهانی حضرت مهدی، اینم در واقع عجل الله تعالی فرجه الشریف. مرحوم شهید صدر که در عراق به شهادت رسید، یادی هم از این شهید بزرگوار بکنیم که در بسیاری از امور، در فقه، در اصول، در فلسفه، در اقتصاد مبتکر بود ایشون، صاحب نظر بودن، بله، پیش قدم بود، صاحب نظریه بود. ایشون یک کتابی دارد راجع به است مهدی ارواح و نافداه که یکی از محققین به فارسی ترجمه کرده و این کتاب دو بازار هست به نام راه مهدی، اسمش این هست. پس تقریبا 5 تا کتاب غیر از این معرفی کردیم برای عموم مخاطبین. بله، عموم و بعضی هم کتاب‌های فراتره. خورشید مغرب، عصر زندگی، عرض میکنم که عرض شد خدمت بینندگان، دادگستر جهان، حکومت جهانی حضرت مهدی، و این کتاب آخری که عرض کردیم راه مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. البته اون مجموعه که عرض کردم توی قم کار کردن را بد نیست، وقت عزیزان آشنا باشن با سایتشون و کتاباشون. حتی برای کودکان هم کتاب نوشته. چه خوب. بنیاد مهدی موعود. بله، برای نوجوانان، حتی برای کسایی که مدرسه نمیرن، مثلا هنوز پیش دبستانی یا قبل از پیش دبستانی، کارت هایی که مثلا آشنا باشن با امام زمان، نقاشی هایی که آشنا باشن. یه وقتی عزیزان اگر در مسجد جمکران هم مراجعه داشته باشن، مجموعه این آثار رو میتونن اونجا تهیه کنن و ببینن. و اما بحث این جلسه ما، چون ما بنا شد یه 7-8 جلسه راجع به مهدویت صحبت کنیم، یکی از بحث هایی که هست در ارتباط با مهدویت بحث مهدی، امام زمان، ارواح و نافداه در قرآن که ما جلسات قبلش پرداختیم، اشاره کردیم، چند آیه رو اشاره کردیم. اتفاقا الله
یادی هم از جاهای قرائتیمون بکنیم. دمیشون یه کتابی هم به اسم داره، بله، به نام مهدی در آیات قرآن. دیشب نگاه کردم این کتاب رو، دیدم ایشون هم یه کتابی به این اسم داره و بعضی های دیگه هم نوشتن و این بحث رو مطرح کرده. السلام علی امت الهدى و مسیح الدجا و علام التقا و ذو النهی و اولی الهجا و کهف الورا و ورثة الانبیاء و المثل الاعلا و الدعوة الحسنى و حجج الله على اهل الدنيا و الاخرة و الاولى و رحمت الله و برکاته.